واقعا نمیشه منکر این شد که یک مسائلی چه در سینما چه در همه اقشار جامعه وجود داره، ولی واقعا یک مسائلی که شاید نمیخوام از کلمه فساد استفاده کنم، بهتره بگم چیزایی که منفیه یا انرژی منفی داره، مثل زد و بندها، مثل روابط، مثل پیشنهادهای بیشرمانه و این چیزا به نظر میاد که هست و ما منکرش بشیم. ولی شما یکی از کسایی هستین که به این مسئله گارد دارین و میگین که نظر من با شما مخالفه. کاملا. چرا شما اینقدر این مسئله این تأثیر رو دارین که نه نیستش؟ چون به نظر من وقتی که ما روی این صندلی میشینیم و میگیم که محیط سینما خیلی آلوده است، پر از فساده، باید اهل زد و بند باشی تا بتونی کار کنی، پر از پیشنهادات بیشرمان است، ما یک جهان وحشتناکی رو داریم ترسیم میکنیم برای مخاطبین و مخاطبین حق دارن که بگن تمام زنهای سینما زنهای اوکی نیستن. وقتی ماها خودمون اینو اینقدر میایم دربارش مانور میدیم و هی تبلیغ فساد توی این کارو میکنیم، پس یک آدم عادی تو خیابون حق داره که وقتی منو میبینه بگه که زنهای سینما دیگه، و حق دارن، برای اینکه ما اینقدر بهشون یک دنیای ترسناکی از فضای کاریمون رو معرفی کردیم که باید وقتی یکی از خارج از سینما میخواد ورود پیدا کنه خانوادش نذارن. ما با گفتن این جهان ترسناک چه فایده ای جز این داره که یک دختری که میتونه در آینده وارد سینما بشه، سوپر استار سینما بشه، حتی تا اسکار هم پیش بره، با تبلیغایی که من و شما کردیم برای فساد سینما پدرش نذاره وارد سینما بشه. ما چند تا ظهور ستاره رو در سینما ایران میکشیم با این تبلیغاتی که داریم میکنیم. قطعا با اینکه ما هی میایم میگیم این فضا آلوده است، آدما واکسن نمیزنن وارد شن، فقط میگم میترسن وارد شن و وارد نمیشن، و ما مدام نخبه هایی که میتونستن وارد این عرصه بشن رو جلو ورودشون رو گرفتیم، یا نسبت به ما دید ترسناکی پیدا میکنن. میدونین چی میگم؟ و قطعا از معاشرت با ماها یا حتی زندگی کردن با ماها میترسن. برای زنها در شغل های مختلف این تصویر ترسیم میشه. وقتی که تو دست خالی وارد یه حرفه میشی، قرار منشی بشی، بلد نیستی که مثلا تایپ کنی، قراره توی مطب دندان پزشکی کار کنی، به اصول اولیه کار کردن توی مطب دندان پزشکی واقف نیستی، میدونی اونقدری که باید با خودت ابزار نیاوردی برای حضور در یک عرصه حرفه‌ای، اون موقع مجبوری برای اینکه آدم‌ها دستتو بگیرن یه سری نهایی رو که دلت می‌خواست بگیر رو نکی. خب اما وقتی با دست پر میای، یعنی مثلا برای حرفه بازیگری تو تحصیلاتش رو داشته باشی، کلاس‌های خوب رفته باشی، تمرین کرده باشی، کتاب خونده باشی، فیلم دیده باشی، وقتی با این داشته‌ها وارد میشی، قطعاً شاید 6 ماه اول آدم‌ها به تو نزدیک بشن و بگن نه این آدمی که با خودش داشته داره، پس احتیاج نداره من با یه سری پیشنهادات نداشته های اینو پر کنم. اون موقع قطعا این پیشنهادات بهت نمیشه. تو هر حرفه اینه، وقتی تو با دست پر و داشته وارد یه حرفه بشی، احتیاج نداری که دست به سری کارا بزنی در تمام مشاغل. اینو دارم هی تاکید میکنم که اصلا منظور من فقط سینما نیست، به خاطر اینکه تو همه شغل همینه. من نمیگم که وجود ندارد، من میگم در همه شغل میگن تیم هایی وجود داره. آره دقیقاً. الان یکی از آدم ها هستش که میخواد شروع کنه به برج سازی، اما تا برج به یک سری از برج سازهای معروف تهران نده اجازه ساخت اون برج رو بهش نمیدن. اونا هم باند خودشونو دارن، واردات آهن، واردات قسمت طلا. پس این حرف شما خیلی نگران کننده است، چون این نشون میده پس متاسفانه به زعم شما یک فسادی در کل کشور وجود ببین داره. من به نظرم باند بازی در همه مشاغل هست، ولی ما میایم فقط رو سینما فوکوس میکنیم و ازش یک محیط خیلی ترسناک و آلوده شاید میسازیم. شاید بخاطر اینکه خب سینماگرا مشهورترن و بیشتر جلوی چشم. مثلا یه چیزی درباره خود من میگفتن، تو توپاند آقای مدیری هستی. خب یعنی چی؟ نمیتونی حق ندی. چند نفر ما اومدیم بگیم که نه با راه درست نمیشه راه بازیگری تو بری. تو برو دانشگاه، برو درس بخون، برو کتاب بخون، برو فیلم ببین، برو استعدادت راهشو باز میکنه. اینقدری که اومدیم به این تبلیغ تن دادیم که هر کس کار میکنه باج داده و به یک سری پیشنهادات جواب مثبت داده، نیومدیم راه درست نشون آدما بدیم که با این راه هم میتونی بری به بازیگر موفق باشی. من الان میتونم چندین نمونه برای شما آدمهایی رو اسم ببرم که توی این سینما دارن کار میکنن و تن به هیچ اتفاقی ندادن و بیوقفه هم دارن کار میکنن، جزو بازیگرهای پرکار سینما و تلویزیون ما هستن، و وقتی میبینیش اصلا دوست داری به احترامشون بیستی، برای اینکه جایگاهشون در نتیجه سالها تلاش و دویدن و 20 لحظه‌ای که تمام آدم‌ها دارن تفریح می‌کنن، داشتن کتاب می‌خوندن، فیلم می‌دیدن، کار تئاتر می‌رفتن می‌دیدن، تو کارهای تئاتری که
هزار تومن هم با آدم دستمزد نمیدادن، ساعتها تمرین میکردن و کار اجرا میبردن، الان نوش جونشون جایی که وایسادن. ولی نمیتونی همه رو انقدر راحت بگیم یا باندبازیه یا پیشنهاد بوده یا فلان بوده بیسار بوده. انقدری که رو این داریم مانور میدیم، هرگز به نشون دادن راه درست ورود به عرصه سینما مانور نمیدیم و این نگاه منفی رو نسبت به آدم های سینما در مردم عادی ایجاد میکنه که به نظر من به حقم هست براش.